لیلی هشتم؟ یس، آی ام خودم هم، شما؟ من ممجوادم. با ممجواد زنگ زدین دوباره دعوتم کنی؟ نه 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 نه، دیگه پادو نذاری تو تهرانا. وای، یعنی چرا ممجواد؟ چرا نیا؟ چرا؟ آخه این بازی ها دیگه اثر نداره، بای 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 بیش و پشم و عبا دیگه سمر نداره، بای 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 افتضا به بار میاد با باشم در میاد، بای 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 هرچی ملو خور شده از گلوش در میاد، بای 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 افتضا به بار اومد، هرچی کوسته و شیخفری با هم خوردیدن از گلوشون در اومد. حالا چرا در اومد؟ سیبیریش گزارش میدهد. اشتون در اقدامی معنادار و خلاف عرف دیپلماتیک با تعدادی از محکومان قضایی و فعالان فتنه در یک سفارت خارجی دیدار کرد. خانوم اشتون نباید دچار اشتباه محاسباتی شود و مطمئنن بداند مطلقاً تهران خیابان‌های اوکراین نیست. وضعیت فکستنی ولایت رو می‌بینید؟ می‌بینید به چه فلاکتی افتاده؟ بابا، طرف اومده بود واسه مماشات، اومده بود زیر شاسی ولایت جک بزنه، اما زهر بلایی سر سیدلی آورده که از همین سفر بوی اوکراین به دماغش می‌خوره. بعدم یه جوجه بسیجی کله بولینگی رو به اسم خبرنگار میندازه به جون لیدی ابخم تا از سخنگوی شهری اعتراف بگیره. خانم کاترین اشتون از سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده. این دومین بار بود که حاکمیت ملی، امنیت ملی جمهوری اسلامی در 7 ماه اول دولت 11 نقض شد، ابتدا در سفارت یونان و این بار در سفارت اتریش، یعنی کشوری که مذاکرات مراحل جامع مذاکرات ما در اون در حال انجامه. دو حالت وجود داره، یا وزارت خارجه در جریان دیدار خانم اشتون با محکومین و فعالین فتنه بوده که وا اسفافا، یا در جریان نبوده که وا حسرتا. اگه در جریان بوده که العقل و یک فیه الاشاره، نیاز به توضیح نیست، اما اگر در جریان نبوده، من تنها چیزی که به ذهن میرسه اینه که اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خانم اشتون فرد قابل اعتمادی نیست. این رو صراحتا بگید، بگید خانم اشتون فرد قابل اعتمادی نیست. حالا بشنوید، پس سخنگوی ظریفان نظام که تلویحاً به شکرخوری شهری اعتراف میکنه و با حسرتهای طرف رو قبول میکنه. هیچ گونه هماهنگی قبلی در مدون ملاقات به عمل نیومده. ما این عدم هماهنگی رو نسبت بهش مطابق عرف دیپلماتیک اعتراض کردیم. سفیر اتریش دعوت شد، مراتب این اقدام غیر دیپلماتیک به ایشون ابلاغ شد. بعدم برای اینکه وضعیت از این جهت خیتر نشه، باند خامنه ای رو به عنوان گروه کنارتر یا همون نخودی معرفی میکنه و میگه فضولی موقوف، بذارید زهرمونو بخوریم و کوف کنید. در تمام کشورهای دنیا گروهی که مجری هستن کار اجرایی رو دارن پیش میبرن، برنامه رو دارن پیش میبرن، یک روی کردی دارن، و گروهی که کنارتر هستن و به عنوان منتقدین یا گروه های دیگر، اینها هم دیدگاه های دیگر رو مطرح میکنن. خبرنگار ولایت منش هم ولکل معامله نیست و گیر سپیچ داده به اشتون که الا ولا باید اعتراف کنی. کلیریش هم که میبینه کار داره به جای باریک میکشه، از ترسش مثل همیشه سیم و قیچی میکنه. از قبول دارید که خانم اشتون فرد غیر قابل اعتمادی هست؟ این که شما بخواید از من تایید. خب همان اشمند اون چه که دیدید گوشه هایی از نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه هست. این تازه اول دعوا، افتضایی که به بار اومده به این سادگی ها جنبشون نیست. احتمالاً خانم اشتونم
بعد از شیرینی مزه گز اصفهان الان در حال مزه مزه کردن طعم تلخ مماشاته. چیزی که عوض داره گله نداره. یادت گفتی به من این رسم کاره، عاشق باید غم و خونشون بیاره. یادت گفتی به من این رسم کاره، عاشق باید غم و خونشون بیاره. چیزی که عوض داره گله نداره بالا، چیزی که عوض داره گله